سلام بچه، امیدوارم حالتون خوب باشه. بردی هستم، خوش اومدید به گیم پلی. خیلی باحال دیگه. بچه ها حتما کانال ما رو دنبال کنید، لایک کنید، کامنت بذارید، نظراتتون رو توی کامنت ها بهمون بگید. حتما اگه از بازی خوشتون اومد حتما کلیپ رو لایک کنید. فیلم ها و کلیپ های خیلی باحالی میخوام واسهتون بذارم. اگه حمایت بشم با لایک و سابسکرایب کردنتون منو حمایت کنید و بگید که از چه بازی بیشتر خوشتون اومده، من از اونا گیم پلی های بیشتری بذارم. حتما پر انرژی تر و با کیفیت تر کارم رو ادامه خواهم داد. پیج اینستاگرام منم بچه ها دقیقاً به همین اسم، کانال MRXBA تو اینستاگرام هست، میتونید اونم فالو داشته باشید، مطلع بشید که چه بازی رو میخوام گیم پلیشو بذارم یا کلن چی کار میخوام بکنم. بریم ببینیم داستان بازی چیه. داستان بازی رو که البته میدونید چیه، ولی این یه گیم پلی دیگه است و میخوایم یه کار دیگه توش انجام بدیم، البته اگه بتونم. خب چیزی که یادمه اون دفعه تو اپریشن رفتیم و میخواستیم که قلب طرف رو جابجا کنیم با یه قلب جدید. این دفعه هم مثل که همونه، تا اونو رد نکنیم نمیتونیم بریم لول بعدی، همونو میریم. تلفن داشت زنگ میخورد جواب ندادم. خب باز که توی که خب این انگشتا رو من اول پیدا بکنم، دقیقا همون پنجه دست رو که رو کیبورد بذارید همون جوری توی نگاه کن دست رو آه 3 4 5 1 2 3 4 5. کاری که اون موقع کردم و این دفعه هم تکرار میکنم، اول از همه این رو به مریض نشون میدم که حواسش باشه پیش چه دکتری اومده. آخه من نمیفهمم تو چی کار میکنی که هی هر دفعه گیر میفتی. چند دفعه بهت بگم نخور از این آتشخالا؟ حالا اشکال نداره، حالش بده، من سعی میکنم که درمانش کنم. اول اینو ور میدارم از اینجا، اینو میگیرم میندازمش اون ور، حالا سخت میاد تو دست. خب برو گم شو اون ور تو. ای بابا عجب چیز رو مخیه این. بابا بیا این ور بذار ببینم مریض چشه. خب اول از بالا کامل نگاه میکنم که مشکل کجاست. مثل این که قلب ایشون مشکل داره. اول قلب جدید رو بهتون نشون بدم. ببینید این قلبیه که قراره جایگزینه قلب کثیف فعلی این مریض بشه. ساعت هم باز شد افتاد اون ور، اینو خسارتشو بعدن از همین مریض میگیرم. بابا بیا برو اون ور در رو باز کن دیگه، یه چیز بددستیه این. خب مریض حالش بده، بابا اینو باز کن میگم. آها بیا این ور. خب این قلبیه که قراره تو سینه این مریض بتپه، همین قلب. خب اول از همه برای شروع من چکشو ور میدارم. نه اول این لیوانه رو ور میدارم میدازمش اون ور، چون خیلی چیزه تو مخیه. خب بعد حالت دست رو دقیقا تنظیم میکنی به همه حالتی که میخوای و چکشو میگیری تو مشت. بعد که چکشو گرفتی تو مشت دارم چرا چکش میچرخه، یه بار دیگه ورش میدارم که آسیب جدی به مریض وارد نکنم. خب الان خوبه، اینو به این حالت در میارم و با تمام قدرت میکوبونم تو قفس سینه مریض، یه جوری که خیلی خون از دست نده. دوباره برمیگردم سر جای اول خودم، بازم میکوبم. یکی از دنده ها رو شکوندیم، یکی دیگه. قشنگ ببینید دوستان، بچه های عزیز، کامل باید قفس سینه مریض رو خورد کنید تا بتونید دسترسی پیدا کنید به اون جایی که میخواد. یکم خونریزی شدید شد،
نباید اینجوری میشد، ولی اشکال نداره، برای نجات دادن جونش باید تحمل کنه. میخواست نخوره، این نکشه، اینقدر سیگار نکشه، این مریض سیگاریه. من بارها تو پارت قبلی هم بهش گفتم که ببین تو اگه سیگار بکشی کار تمومه و دیگه امیدی نیست. باز رفته سیگار کشیده، برگشته اومده اینجا، این جنازه افتاده زیر دست من. منم تا جایی که بتونم کمکش میکنم، ولی خب دیگه اونقدر ملاحظه نمیکنم، چون خودش وقتی که آدم خودش حواسش به سلامتی خودش نباشه، از دکتر دیگه چه انتظاری میشه داشت؟ دیگه کاری از دستش بر نمیاد. ته تهش میتونم تمام دنده هاشو بزنم خورد کنم و دل رودهشو بکشم بیرون، ببینم چیه اون زیر. دیگه من این یه دونه دنده هرم بتونم بشکنم شاید یه امیدی باشه. اینا رو قشنگ ببین، دور تا دور مریض رو تمیز میکنید از دنده، نمیذارید هیچ دنده اضافه اینجا بمونه. اینا رو هم قشنگ میشکنم، این نره بخوره به ریه هاش که آسیب ببینه. اینم بشکن، اینم باید بشکنی. خیلی خونش کم شد، من با این خون چجوری قلب و در بیارم جا به جا کنم. این دنده گوشه ای هم چی کستشه. خب فعلا خوبه، چکشو میندازیم اون بر میریم سعی میکنیم که وارد مریض بشیم. یکم از این آتشخالهی که اینجا هست این هنوز نشسته کامل، ولی مهم نیست، یه ذره دیگه میرم پایین ببینم میتونم همینجا ریه رو بکشم بیرون. اول از اینجا سعی میکنم که ریه رو در بیارم از این بغل. یه دنده اینجا اضافه مونده، دوباره خون داره به سرعت از دست میده، من این آشخالاشو بریزم بیرون. اول یه تیکه دنده اینجا اضافه مونده، من باید اینو برش دارم. اول از اینجا این تیکه دنده این اضافه است، اینو ببینید چکشو میندازید زیر، اخ ببخشید، میندازید زیر دنده. این دنده باید کنده بشه، اینو باید بشکنم کامل. شکوندمش فکر کنم بدو بدو خونش داره تموم میشه، فکر کنم اون شکست میشه دیگه. اینو کشید بیرون، بازم نمیشه. من سعی میکنم اول اینو در بیارم، نمیدونم چیه اصلا، اینو میکشم تا بیاد بیرون. چیه این؟ همچین عضوی من تا حالا ندیدم، به دردش نمیخوره، این به کارش نمیاد. سعی میکنم که دوباره برم اینو در بیارم، اینم در میارم میذارم تو سینی، یادمون نره بعدن جاش بندازیم. خب اینا رو در آوردم، بعدی ببینم چیو میشه گرفت. خدا کنه مریض دووم بیاره تا اونجا من بتونم کمکش کنم. قلبم حالا آخرین عضو اون زیر زیر، من دیگه ببینم چیزی میشه گرفت دیگه از اینجا، یه چیزایی این تو ما هست بتونم درش بیارم. اینو بگیر در بیاری. نه خب اینم از این. این چیه؟ دستگاه گوارش مریضه، من سعی میکنم اینم بکشمش بیرون اگه بتونم بگیرم. این سیمشو باید قیچی کنم فکر کنم، نمیدونم، در نمیاد. گرفت؟ نگرفته. اینو سخت میشه رسید به اونجا. این چیه؟ اینو بکنش. خب اینو مثل این که باید با اون فرز بود، چی بود؟ یه چیزی اینجا بود که اینا ها، این با این باید مثل این که اینو برید، باید اینو قشیش کرد. من مرد. خب من اینو چجوری در بیارم از زیر حلقه طرف؟ آخه چی کار کنم؟ من وقتی هی با این مریض صحبت میکنم بهش میگم این کارا رو نکن، اینقدر سیگار نکش، فست فود نخور. اینا رو من بارها به این مریض توصیه کردم، گوش نکرده، دوباره اومده افتاده زیر دست من. دیگه این دفعه بخت با هوشیار نبود و از دست رفت. خدا رحمتش کنه تا پارت بعدی که انشالله بتونم خوبش کنم. بچه ها اگه خوشتون اومد از این گیم پلی حتما کلیپو لایک کنید، کامنت بذارید، نظرتون رو راجبش بهم بگید توی کامنت ها.
اگه تونستید یا واقعا خوشتون اومده بود کلیپ رو با دوستاتون شیر کنید که بازدید بخوره بیشتر. لطفا لایک کنید ویدیو رو. پیج اینستاگرام منم دقیقا اول کلیپ گفتم MRXBA تو اینستاگرام هست، میتونید اونم فالو کنید و با خبر بشید که از چه بازی میخوام گیم پلی بذارم یا کلا میخوام چیکار کنم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.